از ویژگی های پیام عاشور زرتشت شادی و شادمانی است. غم و سوگواری در این فرهنگ و فلسفه جایگاهی نداره. به همین انگیزه هست که در سنگ نوشته های دوران هخامنشی ما شاهد اون هستیم که آرزوی شادی شده برای انسان ها. آنجا که می فرماید بزرگ است اهورامزدا که آسمان را آفرید، زمین را آفرید، انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. میبینیم که در اینجا آنچه که پادشاهان دوران هخامنشی برای انسان آرزو کردند در واقع شادی و شادمانی است. به همین انگیزه هست که ما به سراغ سوگواری، غم داشتن، گریه کردن و زاری کردن نمیریم و فرهنگمون و باورمون شاد بودن و شاد کردن زندگی خود و دیگران هست. پرسیدن که بعضی هم میگن که اسلام همش دین گریه و عذاب و نه خیر، گریه از این جهتی شما برای این کارا ساختمون میسازیم، پول میدیم، پولیش میگیریم، سواکی درست میکنیم، با اونا این کارا رو میکنیم، ولی نه با عشق. چیز ارزون همه دارن، به جاشم خوشحالن، تولد حضرات خوشحال میشن، اما اینو باید با گریه حفظ کرد، نکنیم و بین رفتیم. بله پرسن گریه زیاد باعث بیماری و افسردگی. نه خیلی خیلی خوبه. نفسگیره. جلو مردم وقتی گفت علی شاهده که من ارث بردم، ابوبکر رو منبر به مردم گفت، به روبا گفتن شاهده که